عبور از خط قرمز، گذر از قدم ها برای دستیابی به حقیقت، تجربه ها و اندیشه های اهل خرد در رویارویی با تابوها، آنچه را دیگران از شما پنهان می کنند ما به شما می گوییم. برنامه ای در رادیو مانی. درود فراوان، درودی دوباره در دوران کرونا به همه شما زندگان، کسانی که نیرو دارید برای زیستن، برای تغییر دادن، برای زندگی خود و برای زندگی دیگران ارزش قائلید و در برابر هر دشواری ایستادگی میکنید، پایداری میکنید و همراه با دلسوزی از روی صمیم قلب و نه تقلب آمیز و تعارف آمیز برای خانواده هایی که فردی بیمار در این روزها دارند و برای افرادی که بیمار هستند با آرزوی تندرستی برای یکایک که آنها در هر کجا که هستند و زبان ما رو در میابند. یک نکته رو من پیش از آغاز برنامه عبور از خط قرمز تاریخ امروز خدمت شما بگویم، بعد بریم مستقیم سر برنامه. و اون این که دوستان گرامی، هیچ یک از ما سه نفری که در این میز گرد یا دوستان دیگری که در میز گردهای دیگر شرکت میکنیم ادعای کمال نداریم. ما انسانهایی هستیم که میکوشیم، میاندیشیم، مینویسیم، میخوانیم، ولی پرفکت ایست نیمند. به آلمانی گفته میشود که هیچ کس کامل نیست. ما آنچرا که دریافت ما از تاریخ، از هستی، از زندگی است با شما در میان میگذاریم. نکته دومی که ما سه نفر و دیگر دوستانی که در رادیو تلویزیون مانی کار میکنند به هیچ کس بدهکار نیستیم، نه به دولت ها، نه به سلطنت طلب ها، نه به مجاهدین، نه به جمهوری خواهان، نه به بی خدایان. ما فقط بدهکار حقیقت و واقعیت هستیم. ما تنها بدهکار به سرنوشت ملت خودمون هستیم. حکومت ها می آیند و می روند با شکل های گوناگون، نیک منش و پلید منش. این امری است که در طول تاریخ بوده، در آینده هم خواهد بود. اما حقیقت باید همواره بدرخشد، همواره پاکیزه بماند. و آنچه که ما بهش بدهکار هستیم حقیقت است. و شجاعت برای بیان حقیقت، حتی زمانی که من دریابم گفتن این حقیقت از همین فردا خیلی وسیعی را در برابر من بسیج خواهد کرد. من واهمه ای ندارم، چون بدهکار کسی نیستم. از مرگ و از زندگی هم چیز زیادی طلبکار نیستم. نزدیک به 70 سالمه، از مرگ هم نمی هراسم، عمرم رو کردم و تا روزی که زنده هستم همین راه رو خواهم رفت. این رو گفتم برای اینکه تا برخی از کسان میبینند که در اینجا سخنی گفته میشود، انتقادی، نظری، چیزی که مطابق میلشون نیست، لشکرکشی میکنند و با ناسزاگویی سعی میکنند مسیر افکار عمومی خیلی مردمانی رو که این برنامه رو نگاه میکنند رو روش تاثیر منفی بزنند. این است. دوم، ما یک شاعر بسیار برجسته داریم که به نظر من فیلسوف هم بوده، به نام مولوی بلخی که امروز در غرب هم شناخته شده، به خاطر اینکه مادونا یک درباره او ترانه خوند، و در آمریکا که قوغاس براسی، یعنی محافل متعدد مولوی شناسی و کتاب نوشتن و نقد نوشتن و پیروان عجیب و غریب داشتن. اما مولوی آن چیزی نیست که ما شنیده ایم و خوانده ایم. مولوی رو باید در کتاب‌های خودش به دور از تبلیغات مثبت و منفی دید. یکی از مهمترین کتاب‌های نثر او این کتاب است، فی ما فی، اثر مقالات مولوی که اینجا نوشته مولانا، یعنی مولای ما، که چون مولای من نیست من اون واژه رو استفاده نمی‌کنم. ویرایش متن هم جعفر مدرس صادقی که بر همگان شناخته
شده است و اینم در ایران منتشر شده. من برنامه امروز رو که درباره رابطه اسلام با زنان هست، رابطه محمد با زنانش هست، رابطه قرآن با زنان هست، با نقل قولی از مولوی مکتوب و مستند برای شما بیان میکنم و به برنامه خواهیم رسید. در صفحه 29 زیر عنوان شب و روز جنگ میکنی، دوستانی که این کتاب رو دارن میتونن بعد از برنامه نگاه کنن و کل داستان رو ببینن. ایشون مینویسه که ایشان یعنی زنان را، بالاتر از زنان صحبت میکنه، بعد میگه زنان را همچو جامه دان، مثل لباس، که پلیدی های خود را در ایشان پاک میکنی، مثل دستمالی که بینی تو توش پاک میکنی، یا قدیما آستین که بینی تو پاک میکردی وقتی بچه بودی، بچه بودم پاک میکردی. خب زنان را همچو جامه دان که پلیدی های خود را در ایشان پاک میکنی، و البته معنی عمیق‌تری هم داره از قضیه بینی، و تو پاک میگردی، یعنی خودتو تخلیه کن، و اگر با نفس خود بر نمی آیی، پس مسئله بینی نیست، و اگر با نفس خود بر نمی آیی از روی عقل با خویش تقریر ده، که میگه عقلانی خودت رو اینطوری قانع کن و با خود بگو که چنان انگارم که عقدی نرفته است. کارمو میکنم، میگم مثلا انگار که نکردم، چون کار نجسیه، کار پلیدیست با زن بودن از دید این حضرت. بعد شما ممکنه خودتو سرزنش کنی، به عقلت رجوع کن و بگو که انگار که پیوندی و عقدی و رابطه و موضوع نبوده دیگه، بنداز پشت گوش رد شو برو. مولوی میگه این رو، میگه چنان انگارم که عقدی نرفته از معشوقی است خراباتی. اونایی که شبا توی میخانه ها زنانی که ناگزیر به تن فروشی بودن، فرض کن زنی که باش بوده ای، معشوقی است خراباتی که هر گه که شهوت غالب می شود پیش وی می روم. خب بعد ادامه میده، آوردند که پیامبر با صحابه از قضا آمده بودند، از جنگ برگشته بودند، فرمود که طبل را بزنند که امشب بر در شهر بخسبیم و فردا به شهر درآییم. گفتند، خیلی جالب این حکایت اسلامی، گفتند چیا گفتند؟ آوردند، در کجا آوردند؟ همینطوری میبافن برای خودشون میرن دیگه. تمام این سیره ها و داستانهای زندگی محمد و علی و دیگران واقعا اغلبش همینه. بانگ آمد، از کجا آمد معلوم نیست، گفتند آوردند. باری گفتند یا رسول الله، به چه مصلحت که ما لشکریم، از جنگ برگشتیم، خسته‌ایم، بمونیم پشت در، پشت دیوارهای شهر و فردا بریم؟ پیغمبر گفت شاید که زنان شما را با مردان بیگانه جمع بینید. ممکنه برید خونه ببینید که زنان شما با مردهای بیگانه تو یک بستر هستند، و متعلم شوید و فتنه برخیزد. یکی از صحابه نشنید، در رفت، یعنی رفت داخل شهر، زن خود را با بیگانه یافت. یعنی معجزه است. اکنون راه پیامبر این است که، حالا این پرسش پیش میاد که آقای مولوی، شما که زن رو اینقدر بد میدونید و نزدیک شدن بهش رو اونطوری توصیف میکنید، این محمد که مولای شماست چرا 17 تا یا 21، بعضی ها میگن 11 تا، بعضی ها میگن 13 تا زن داشته، حالا اونا که شناخته شدن؟ جواب شما رو میده مولوی، میگه اکنون راه پیامبر این است که میباید رنج کشیدن از دفع غیرت و حمیت و رنج
انفاق و کسوت زن و 100,000 رنج بی حد چشیدن تا عالم محمدی روی نماید. یعنی شما باید این همه زن داشته باشی که از شدت غیرت برای ناموس شکنجه شوی. اینا همش از الزامات عالم محمدیه. از شدت غیرت و حمیت و رنج انفاق از خود بیگانه شوی، خسته شوی، رنجور شوی، خود را شکنجه بدهی و کسوت زن و 100,000 رنج بی حد چشیدن تا عالم محمدی روی نماید. راه عیسی، معلوم این پرسش ها در برابر مولوی هم بوده که آقا چرا عیسی این کار نکرد، چرا موسی 15 تا زن نداشت؟ ایشون بلافاصله اینجا جواب میده. راه عیسی مجاهده خلوت و شهوت ناراندن، راه محمد جور و قصه های زن و مردم کشیدن. یعنی عیسی اصلا غیرت نداشته، میخواسته رنجی نکشه، خلوت هم لازم نداشته فلان، ولی محمد میخواسته رنج بکشه، رنج زنان رو بکشه، رنج مردم رو بکشه. خب ما با این سند از مولوی جلال الدین بلخی قطب عالم میرسیم به برنامه امروز ما. آقای سلیمانی عزیز، آقای یغمایی گرامی، من به شما درود میگم و خوش آمد میگم و از شما واقعا سپاسگزارم که این راه دشوار و بسی خطرناک رو با هم میپیماییم و شما هم زندگی خودتون رو بی هیچ گونه مزد و مواجبی همچون من در خدمت روشنگری گذاشته، شما البته بیش از من. با توجه به این قضیه ما باید برگردیم به پس‌زمینه‌های تاریخ در دوران هجرت محمد از مکه به مدینه و همزمان در کشور مقتدر و بزرگ ایران و دربار پادشاهیش و ببینیم اصلا سنت ازدواج، سنت رفتار مردان با زنان، زنان با مردان در درون قبیله ها، در درون ملت ها، در درون خانواده و طایفه چگونه بوده است. و این کافی نیست ما بیایم بگیم که محمد چون 17 تا زن داشت پس باید نقدش کرد، اون به جای خود، اما سنت زمانه چه میگفت و به موازات اون در روم چه میگذشت، رابطه بین زن و مرد در روم چگونه بوده، در یونان چگونه بوده، در مصر چگونه بوده، آیا در مصر هم فراعنه حرمسرا داشتن مثلا، در ایران برخی پادشاهان داشتن، آیا در دربار یونان قدیم حرمسرا وجود داشته، آیا در هند حرمسرا وجود داشته. خب اینا تمدن‌های موازی اون دوران هستن، همش مال 1400 سال پیش دوران محمد ایجاد شده. این تمدن‌ها بعضی هاشون 7,000 تا 10,000 سال سابقه دارن. در اون بستر هست که ما میتوانیم دریابیم که شخصیت و کاراکتر محمد دقیقا چی بوده و در کنارش در ایران دست کم چی میگذشته. من بایزه بینندگان گرامی از شما آغاز میکنم. آقای سلیمانی گرامی بفرمایید. با درود خدمت شما استاد بزرگوارم، جناب مانی، جناب یغمایی و یکایک بینندگان گرامی برنامه. مطالبی که فرمودید جناب مانی واقعا دردآوره. همان گونه که شما اشاره کردید، امروزه مدعیان مولانا شناسی و مولوی دوستی سعی میکنند با حذف این شواهد صرفا به آن دسته کلمات بسیار پیچیده مولانا اشاره بکنند و از دل او یک رحم و عطوفتی بیرون بیاورند و مدعی یک وحدت وجودی بشوند. اما مسئله اساسی این است که این نوع برخورد با زنان در کتب فقهی اسلامی بسیار شدیدتره، یعنی آنها بسیار بی‌پرواتر در مورد زنان اظهار نظر کردند. جدا از این که برخی از فیلسوفان و شارحین آنها هم حتی زنان رو در زمره چهارپایان دانستند
که فقط برای تمتع جنسی یا انجام خدماتی که در داخل خانه هست لایق هستند. اساس این نوع تفکر و بدتر از آن دفاع از این نوع تفکر انسان رو بسیار ناراحت میکنه. من در اینجا یک داستانی رو عرض کنم، شاید بد نیست که بدانیم که نوع نگاه مسلمانان امروزی، علل خصوص کسانی که مدعی نوعی نگاه فمینیستی هستند و از اسلام هم دفاع میکنند، خود رو یک مسلمان میدانند، یک شیعه زاده میدانند، خود رو کنیز و نوکر مولا علی و امام حسین و جعفر صادق میدانند، برای این جور جماعت میتواند مفید واقع بشه. من این داستان رو کوتاه عرض کنم. میگویند در یک شهری دو فیلسوف بودند یا دو اندیشمند بودند. یکی برای خود تشکیلاتی داشت، مدرسه‌ای دایر کرده بود، شاگردانی رو به محضر خود میپذیرفت و دیگری اهل این امور نبود. روزی شاگردان آن استاد به او گفتند که به غیر از شما آیا کسی دیگری هم هست که دانشی هم سطح شما داشته باشه؟ گفت بله، مثلا فلان شیخ چنین است. این شاگردان به محضر آن شیخ میرن و به نحوی از او سوال میکنن که ما شما رو به عنوان کسی که از طرف اون مولای خودمان، از طرف اون مرشد خودمون و بزرگ خودمون مورد تایید هستید، انتخاب کردیم که در محضر شما هم یاد بگیریم. آیا بهتر از شما هم باز کسی هست؟ گفت بله، بهتر از من هم هست و آن وزیر حاکم هست. خب اونها بسیار متعجب شدن، به چه دلیل؟ ما وزیر حاکم رو میشناسیم، او اهل اندیشه و تفکر نیست. لذا وقتی از او سوال کردند که به چه سبب، او گفت من برای هر مسئله فکری، تعقلی و فلسفی نهایت میتوانم یکی دو برهان بیاورم، اما آن وزیر برای هر جنایت، هر رفتار و هر کردار حاکم هزاران برهان ردیف میکنه، یعنی توجیه میکنه همه جنایت‌های او رو با برهان‌های مختلف. داستان مسلمانان هم امروز همینه، یعنی کسانی که در حوزه اندیشه اسلامی فعالیت میکنن سعی میکنن برای هر رفتار اسلامی، هر کار پیامبر اسلام و هر نوع گفتار او هزاران برهان مرتب بکنن تا این رفتار رو عقلایی و عقلانی جلوه بدن. با ذکر این مقدمه، من وارد بررسی نقش زنان یا محیط حجاز که برای بحث ما میتواند به عنوان مقدمه مفید باشه وارد میشم و ببینیم آیا اساساً این عناوینی که مسلمانان برای عصر قبل از پیامبر به عنوان عرب جاهلی یا عصر تاریکی به نوعی سعی کردند به مخاطبین خودشون القا بکنند و دیگران هم بدون مطالعه پذیرفتن این عناوین رو، تا چه اندازه صادق و موجه؟ ما اگر نگاه بیندازیم به جامعه عرب، به دلیل اینکه یک حکومتی وجود نداشته، بستر آماده بود برای تفکرات هر قبیله و قوم. و در چنین مواردی ما همیشه نوعی اندیشه آزاد رو هم در میابیم، یعنی اگر رئیس قبیله تمیم تصمیمی میگرفت، این تصمیم برای قریش قابل اتباع نبود، لازم الاتباع نبود، او نیاز نبود اون رو اجرا بکنه. و همینطور بالعکس، یعنی این گونه نبود که یک حاکم تصمیم بگیره تمام یک ملت یا یک جامعه مجبور به متابعت او بشه. این ایجاد میکرد که هم در اندیشه های مذهبی یک نوع آزادی وجود داشته باشه، هم در نوع قوانین و احکام اجتماعی میان اعراب یک آزادی وجود داشته. بنابراین زنان گاهی در میان یک قبیله آزاد بودن، بسیار هم دارای احترام بودن، در میان یک قبیله هم مورد تضییع قرار میگرفتن، حقوق اونها نادیده گرفته میشد. این رو بدین دلیل عرض کردم که خب میدانیم بسیاری از مسلمانان سعی میکنن داستان زنده بگو کردن دختران رو آنچنان برجسته بکنن که گویی همه عرب چنین میکرد، یا مثلا به ارث رسیدن زن توسط فرزند بزرگتر رو
به نحوی جزء قوانین احکامی عرب می‌آورند که گویی همه عرب چنین می‌کرد و این حکم هم برای همه فرزندان لازم الاتباع، یا به نحوی نوع برخورد، نوع ازدواج ها، در حالی که این گونه نبود. و برای همین مطلب نیاز هست من یک دورنمایی از این وقایع را عرض کنم، چون زمانی که به رفتار پیامبر و قوانینی که او برای زنان و دیگران آورد میتواند به ما نشان بدهد که آیا در این مقایسه تطبیقی میتوانیم ببینیم که اسلام توانسته حقوق زنان رو به نحوی خوب مستقر بکنه یا خیر. لازم به ذکر است که یک مقدمه دیگری هم عرض کنم، با آن اینکه شما بزرگواران و بینندگان عزیز بهتر از من میدانید قوانین اسلام یک قوانینی شده است که لایتغیر و لایتبدل، یعنی اگر میراث زن نیمی از میراث مرد هست هیچ کسی حق دخل و تصرف به او رو نداره، چرا که اینا حدود الله است به آیات 13 و 14 سوره نساء. اگر زنان به نوعی در برابر مردان خودشان حق طلاق ندارند این یک امر اجتماعی است، یا اگر مردان می توانند 4 زن رو به عقد خودشان در بیاورند و زنان نمی توانند، همه اینها قوانینی است که غیر قابل تغییر. لذا با این مقدمات ما باید وارد جامعه عرب بشیم و اونها رو بررسی کنیم. نخست این نکته رو عرض کنم، بحث زنده به گور کردن دختران خب دلایل متعددی داشت. مثلا برخی قبائل بودن که البته نه در میان همه قبائل و نه در میان همه مردم آن قبائل، به واسطه مشکلات معیشتی که داشتن، به واسطه گرفتاری هایی که داشتن، یا بعضن عیوبی که این زنان دوچارش می شدن، خب طبیعتا اینها قابل این نبودن که به ازدواج مردی در بیان، در نتیجه همیشه نزد پدر می ماندن و به نحوی سربار او محسوب می شد. لذا پدران سعی می کردن اونها رو در دوران کودکی از بین ببرن که گرفتاری های بعدی شامل اونها نشد. شما مثلا در آیات 58، 59 سوره نحل، 17 زخرف و در آیات 8 و 9 تکویر این نما رو دارید که افرادی به واسطه فقر چنین می کردن، یا شامل کسانی می شد که از جنس زن نوعی بیزاری می جست. شاید اولین نامی که ما به آن برخورد بکنیم که در اون بحث زنده به گور کردن دختران برجسته هست، شخصی به نام قیس بن عاصم که از بنی تمیم بود. داستان تصمیم او برای زنده به گور کردن دخترش از اینجا ناشی شد که به واسطه درگیری هایی که میان بنی تمیم و آل نعمان شکل گرفت، فرزندان او به اسارت، حالا اکثر افراد بنی تمیم و شاخه بکر دیگران، به اسارت آل منذر در آمد که نعمان ابن منذر ریان رو میفرسته و اینها رو اسیر میکنه. نتیجه این میشود که قرار میشه با اونها مصالحه بکنن و تصمیم بگیرن که زنان رو برگردانن. لشکر فاتح یعنی همون آل نعمان و منذر اشاره میکنن ما آزاد میگذاریم زنان رو، هر کدام که خواستن برگردن، هر کدام هم که نخواستن پیش ما بمانند. دختر قیس ابن عاصم که در همین جنگ اسیر شده بود عمرو ابن مشمج رو میپذیره و میگوید نه خیر، من پیش او میمانم و پیش پدرم بر نمیگردم. خب این برای قیس ابن عاصم نوعی به نوعی شکست شخصیت بود، برای همین احساس کرد که دیگر هیچ دختری رو زنده نگذاره، چرا که اون شرافت او رو زیر پا گذاشت. به تبعیت از اون هم خب افراد عشیره او، افرادی که نزدیک به او بودن، شاید چنین کاری میکردن، اما چنین مطلبی در میان بنی تمیم به شکل عام نبود. بنی تمیم یک قبیله بسیار بزرگی است و اگر قرار بود همه زنان یا دخترانی کشته بشود طبیعتاً چیزی از بنی تمیم باقی نمی‌ماند. یا مثلا ابو حمزه زبی یکی از همون کسانی بود که زمانی که دختر او به دنیا آمد او را از خانه بیرون کرد که همسایه او این دختر رو نگاه می داشت. بعدها که این دختر بزرگ شد ابو حمزه هم از کار خودش پشیمان شد که چنین کرد. همین نگاه در میان برخی از قبائل کنده بود، در کنار قبائل بکر بود، قزی، افرادی بودن که چنین می کردن، اما عموم افراد چنین نبودن. در کنار این یا در عوض این ما می بینیم اعراب و
زنان یا دختران رو بسیار برجسته می‌دانستن. شما وقتی در میان اعراب نگاه بکنید، طبق آن چیزی که آیات قرآن آورده، برای خدای خود یعنی الله دخترانی رو در نظر می‌گرفتن. خب این وقتی شما به الله یا خدای خودتان نسبتی می‌دهید، طبیعتاً آن نسبتی که دارای کمال هست رو به اون میدهید. هیچ وقت نمیخواهید به اون یک نقصی وارد کنید. بنابراین این اندیشه عرب اولیه این بود که فرشتگان دختران خدا هستند یا برخی از بتان در نقش دختران خدا هستند. این رو در قرآن هم آورده و الله از این بابت ناراحته. میگوید شما پسران رو برای خودتون میخواید اما دختران رو به من میدید. و محمد هم با توجه به گرایش‌های فکری که داشته این رو مضمون داره. اما خب در درون جامعه عرب ما میتونیم این اندیشه رو داشته باشیم که اگر زنان پست بودن هیچگاه نباید دارای چنین جایگاهی میشد. نام برخی از قبایل هم نام زنانه، مثلا خزاعه که یک قبیله مادر هست، یک قبیله بطن هست، او هم نام یک زن هست که بر روی مادر گذاشته، در واقع نام مادری است که بر روی او گذاشته شده و این نوعی مادر تباری رو در میان اعراب نشان میده. جالب این هست که هم عصر پیامبر اسلام هم افراد برجسته‌ای بودند، از اینکه اونها رو به نام مادران خودشون بنامن هیچ گونه به نوعی ابایی نداشتن، هیچ ناراحتی نداشتن. مثلا شما ابو جهل یک شخص بسیار بزرگی است از مخصوم، او رو ابن حنظلیه مینامیدن، یعنی کسی که مادر او حنظلیه ابو جهل رو به خودش منسوب کرده بود و او ناراحت نبود. یا نوفل رو ابن ادبی میدانستن، حتی عمر رو ابن حنتمه میدانستن، یعنی از اینکه اونها رو به این نام صدا کنن هیچ ایرادی هم نه. یا منذر که از بزرگان بود رو منذر ماه و سما میدانستن، یعنی نام مادر او رو برای او در نظر گرفته. همین نگاه در میان شعرا هم بود. معن ابن اوس مثلا کسی بود که سه دختر داشت و اتفاقا او معتقد بود که دختران در وفاداری بسیار بهتر از پسران هستند و این رو در اشعار خودش معنی ابن اوس و دیگران آفردن. زهیر ابن ابی سلما مثلا کسی بود که نام پدر او ریاه هست، زهیر ابن ریاه که یکی از اون شعرهای هفتگانه هست و از اون به عنوان شاعر حکیم هم نام میبرن. ابی سلما در واقع نامی است که مادر او انتخاب کرده بود و او به مادر خودش منسوب شد. نابغه زبیانی هم همین بود، او رو ابی امامه میدانست. یعنی برخی از افراد خود رو فرزندان دختر، در واقع پدران دختر خودشان میدانستن، ابی امامه، و این نشان میداد که هیچ نوع نگرانی یا کسر شأن و شخصیت خود نمیدانستن که به دختران نسبت داده. در میان این زنده به گور کردن ها خب طبیعتا افرادی هم بودن که این رو نمیپسندیدن و در این رابطه به مقابله هم بر در واقع پرداختن. مثلا سعسعت ابن ناجیه که جد فرزدق هست، او نزدیک آوردن نزدیک 280 کودک رو اون نجات داد، حالا به نوعی پدرانی که به واسطه فقر قصد داشتن اونها رو بکشن. اما در همان جامعه عرب این فضا فراهم بود که زنان بتوانن فعالیت‌های اجتماعی هم انجام بدن. ما زنان تاجر بزرگی رو داریم که من حنظلیه رو عرض کردم، مادر ابوجهل تاجر عطر بود، یا مادر مصعب ابن عمیر که مسلمان بود به نام خناس که ما در جنگ بعد اشاره کردیم، زمانی که برادر او یعنی ابو عزیز رو میگیرن، مصعب به آن انصاری که او رو اسیر کرد گفت او رو خوب نگاه دار چون او مادر پولداری داره و برای فدیه او مبلغ هنگفتی پرداخت خواهد کرد، که همین گونه هم شد. یعنی خناس آمد و 4000 درهم به آن شخص داد. خدیجه یک نمونه از اون هست، هرچند ابن سعد آورده است که خدیجه در تجارت به اندازه کل قریش دارای ثروت بود، اما این یک دروغی است چون خواستن او رو برجسته بکنن، وگرنه در میان قریش اساسا تجار خیلی برجسته تری بودن که حالا من عرض خواهم. در کنار این ما زنانی رو داریم که نقش اجتماعی هم داشتن. مثلا خاله ابوجهل یعنی ام الجلاس کسی بود که پیمان نامه ها رو به اونها به او تحویل میدادن، از جمله همان پیمان نامه ای که قریش منعقد کرد تا با بنی هاشم مراوده نکنه، با اونها کاری نداشته باشه. خود هند دختر عتبه که زن ابو سفیان بود نقش برجسته‌ای داشت در جنگ‌ها یا به نوعی در نوع نگاهی که اعراب می‌توانستند نسبت به جامعه داشته باشند. از اینکه زن ابو لهب در قرآن مورد کنایه قرار گرفته به چه دلیل هست؟ به دلیل نقش او، یعنی زنی که می‌توانست
در برابر محمد بیسته، نقش اجتماعی بازی کنه، تا جایی که پیامبر اسلام یا الله سعی کردن اون رو مورد لعن قرار بدن. خنسا یک نفر زن شاعری بود که حتی برجسته تر از حسان ابن ثابت شاعر پیامبر بود. به همین دلیل ما میبینیم که در درون چنین جامعه ای زنان دارای وجهه بودند، دارای برجستگی های مختلفی. با توجه به این موارد، خب من عرضم خیلی طولانی شد، من ساعتم رو هر دقیقه نگاه میاندازم اما بحثم طولانی شد، یک نکته ای را به شکل خلاصه عرض بکنم. در این جامعه، چون بحث ما بحث ازدواج محمد و زنان اوست، عرب به نوع مختلفی یعنی عقود مختلفی داشتن برای ازدواج. برخی از اونها بر اساس مهریه ازدواج میکردن، یعنی پولی پرداخت میشد به خانواده زن و او رو به همسری میگرفتن و این معمولترینش. ازدواج متعه هم وجود داشت، یعنی ازدواجی که با پرداخت یک مبلغ در یک مدت زمانی زن به عقد شوهر در میامد که این در شیعه به نوعی تثبیت شد، در میان اهل تسنن بعدها توسط عمر این موضوع لغو. ازدواج با کنیز و اسیر چیزی که خب خیلی رایجه و در میان مسلمانان هم بعدها به شکل خیلی ویژه‌ای بود، حتی این اسرا و کنیزان به نوعی مایملک آن شخص بودند، یعنی او میتوانست هر وقت خواست اونها رو بفروشه، هر وقت خواست اونها رو آزاد بکنه و این آزادی رو داشت. ازدواج با زن پدر هم وجود داشت، یعنی به عنوان میراث بعد از مرگ شخص این زن به فرزند بزرگ اون نفر. یک سری ازدواج های خاصی بود. ببخشید جناب سلیمانی، مادر واقعی پسر یا اینکه مثلا یکی از زنان پدر مرده؟ هر دو فرقی نمی کرد، یعنی هم مادر اصلی او و هم اگر او زن دیگری هم داشت می توانست به عنوان میراث به پسر برسه و این عمومی نبود. ببینید جناب مانی، این در نزد برخی از قبایل خاص بود، به این دلیل که شاید نمی خواستن زنان خودشون رو دست دیگران بسپارن و این رو ما بعدها هم مثلا میبینیم یک شمه های از این داستان رو. مثلا علی با امامه ازدواج میکنه، امامه حالا بعدها به اون خواهیم رسید، دختر زینب هست که سه روز بعد از مرگ فاطمه با علی ازدواج میکنه. علی در زمان مرگ به مغیرت ابن نوفل میگوید که اگر من مردم تو با امامه ازدواج کن، چون من میترسم معاویه با او ازدواج بکنه. ببینید این نگرانی ها وجود داشت که به نوعی اونها سعی میکردن یک نوع روش فکری در پیش بگیرن که زنان اونها در درون خانواده خودشون باشن، یعنی احساس میکردن اگر پسر ما با زن ما ازدواج بکنه بهتر از این است که یه غریبه یا دشمن بیاد و او رو ازدواج بکنه و به نوعی ما شرافت خودمون رو از دست بدیم. شاید همین اندیشه ها بود که بعدها محمد ام المؤمنینی رو ایجاد کرد که زنان او با کسی دیگه ازدواج نکنه. حالا ما بعدها به شکل مفصل به او خواهیم پرداخت. بنابراین در هر دو گروه میتوانست وجود داشته باشد، چه زنانی که مادر شخص بودند، چه زنانی که مادر اون شخص نبودند اما زن پدر او بودند و به او میرسیدند. ازدواج دیگر به نام استبزا بود. مثلا اگر زنی یا حتی مردی احساس میکرد که خب او داره توانایی نیست، شایستگی هایی نداره، زن خود رو مثلا در اختیار یک شاعری قرار میداد چون در آن زمان بسیار برجسته بود، یا نزد یک شخص دلاور یا جنگجو قرار میداد که از او صاحب فرزند بشه و این فرزند به خود اون شخص در واقع مرد عقدی اون زن میرسید. فقط از این بابت بود که بتواند اون ژن قدرتمندی یا ژن شاعری و دیگران رو برای خودش کسب بکنه. بدل هم وجود داشت، مثلا یک مردی زن خود رو به شخص دیگری میداد، دیگری هم زن خود رو برای مدتی به شخص دیگری می. یا شغار هم وجود داشت، مثلا مردی میامد در ازای این که بخواد دختر یا خواهر خودش رو، چون اجازه ها همه با مرد به این در اسلام هم همین شده، هیچ فرقی نمی کنه، بخواد به مردی بده، به جای مهریه به اون میگفت پس دختر خوده یا به نوعی زن خودت رو به من بده، یعنی یک حالت تبادل هم میان اینها وجود داشت. بخشی از انبال بوده دیگه، رد و بدل میشه. بله بله بله. اما یک ازدواج جالب دیدیم، اونا هم برنیم کارا رو میکردن دیگه. اما یک ازدواج جالبی وجود داره و این رو من دوست دارم دوستان دقت بکنن، چون ناقض یک سری ادعاهای مسلمانان. خب شما میدانید وقتی مسلمانان با فلسفه تعدد زوجات پیامبر دچار مشکل میشن،
میگویند بله، چون در اون زمان به واسطه حالا نزاع‌ها یا بیماری‌ها یا مسافرت‌ها مردان می‌مردند، تعداد زنان بیشتر از مردان بود. لذا این طبیعی بود که یک مرد بتواند 4 زن بگیره، 3 زن بگیره و اونها رو تحت تکفل خودش بگذاره. اما در میان اعراب یک ازدواجی بود به نام رح که در این ازدواج بالعکس چند همسری بود، یعنی چند شوهری وجود داشت. یعنی یک زن میتوانست با 10 مرد ازدواج بکنه، بیش از 10 مرد رو نمیتوانه، اما تا 10 مرد رو میتوانست با اونا ازدواج بکنه. اگر فرزندی هم به دنیا می آمد، اگر پسر بود، او رو به یکی نسبت می دادن، که این رو در مورد داستان عمرو بن عاص گاهی به کار می برن که مادر او رو به وائل در واقع نسبت داد، به عاص بن وائل. این ازدواج هم وجود داشت. پس ببینید این فلسفه که زنان یا به نوعی بیشتر از مردان بودن با این نوع ازدواج تطابق نمی کنه. چون اگر چنین بود اساساً چنین پدیده‌ای در میان اعراب به وجود نمی آمد که یک زن بتواند چند شوهری داشته باشد. پس این نشان می‌دهد آن ادعای مسلمانان اشتباه. در کنار این خب آزادی جنسی هم وجود داشت. افراد مختلفی وارد مکه می‌شدند، استفاده می‌کردند از مراکزی که وجود داشت و از اون بهره می‌بردند، که حتی حالا من در نوبت بعد عرض خواهم کرد که پیامبر اسلام هم 2 بار سعی کرد وارد این داستان ها بشود، که من در نوبت آینده عرض خواهم کرد. تو وقتم خیلی استفاده کردم، شرمندم، ولی خب نیاز بود که این مقدمات رو عرض بکنم. ممنونم از شما. من هم از شما سپاسگزارم. آگاهی های خوبی رو در اختیار من و همانندان من گذاشتید. یک نکته که به نظر من گفتنش بسیار اهمیت داشت و من خوشبختانه از دهان شما شنیدم، با اون این که در بین ما ایرانی ها، در بسیاری از ما، بین بسیاری از ما ایرانی ها که خود را یک ملت برتر از نظر نژادی یا تمدن یا سوابق یا سواد یا هر چیز دیگری میدونیم، درباره ملت های دیگری وقتی سخن میگیم، مثلا میگیم عرب ها همونایی بودند و هستند که دختران خود را زنده به گور میکردند. یعنی تمام اعراب رو یک جا فلعی پیرو یک حرکتی میکنیم که ممکن است برخی از اعراب به دلایلی که آقای سلیمانی گفت، همچون نقص بچه تازه متولد شده یا هر چیز دیگری، زنده به گور میکردن. بله، اینکه زنده به گور میکردن واقعیت داره، اما اینکه همه عرب ها این کارو میکردن واقعیت نداره، چون اگر چنین بود نسل عرب برکنده میشد و اصلا دیگه به این نمیرسید که عمر و علی به سوی ایران لشکر کشی کنند و ما رو هم تباه کنند. سپاسگزارم از شما آقای سلیمانی. من یک نکته کوتاهی هم عرض کنم. اتفاقا بزرگترین تیره های عرب که در حمله به ایران و بعدها در لشکر علی هستند، مثل ربیعه، کنده، وائل، بکر، اکثر اینها اتفاقا اعراب بسیار بسیار پرطایفه و پر شخص، در واقع اشخاصی بودند که جزء سپاه مسلمین محسوب می شدند در کوفه و بصره. بنابراین اگر اینها زنان خودشون رو زنده به گور می کردن، طبیعتا این همه مرد و جنگاور از کجا می آمد که بتواند فتح الفتوح اسلامی رو به عمل بیاره؟ من عرضم کنم. بله، زنده باشید. البته فراموش نکنین که الان جمهوری اسلامی فرزندان ایران رو زنده به گور میکنه، میکشه، در رودخانه میندازه، در چاه میندازه، در زندان ها زنده به گورشون میکنه، سر به نیستشون میکنه. پدیده عجیب و غریبی نیست. ما پیش از اون که همش بپرزیم به این که عرب ها چنان بودند و ما چنین بودیم، این مقدار خودمون رو هم ببینیم. اول با این تبار ویروسی که خیلی هاشون تبار ایرانی هم ندارن، مثل همین سید علی خامنه ای که بر خود ما مسلطن، اول تکلیفمون رو با اینا روشن کنیم، بعد تکلیف خودمون رو البته با تاریخ گذشته خودمون به نسبت ملت های دیگر از جمله روم و یونان و مصر و اسکندر و مغول اینا هم روشن خواهیم کرد. آقای یغمایی گرامی، شنیدی که آقای سلیمانی گفت بعضی از مردان عرب یا خانواده‌های عرب وقتی که شمار زنان بیشتر از شمار مردان بود،
دختران و زنان خانواده خودشون رو میدادن به شاعران، شوهر میدادن به شاعران. چرا شما و من در زمانه بدی به دنیا آمدیم که از این شانس ها نداریم؟ البته اگر هم داشتیم شاید استفاده نمی کردیم. این رو برای رفع خستگی گفتم، برای طنز گفتم. فردا خواهش میکنم دوباره همه هجوم نیارید که این چه حرفی بود تو زدید. خب آقای احمدی در خدمت شما هستیم. من با به خنده در آغاز کار بگم که اون دوران گذشت و ما گیر یک مسلمانانی افتادیم که با بهانه‌های مختلف اون یک زنی را که افراد داشتن گرفتند و حرام کردند و داستان طولانی است که خودمون خبر داریم. ببینید بسیار بسیار جالب بود برای من صحبت‌های جناب سلیمانی و خود شما. باید تا عمق این قضیه رفت. همینجا من اشاره بکنم این سایه سیاهی که بر روی عرب ستیزی افتاده زایده اسلامی. عرب گناهی نداره، عرب مثل ماست، مثل ایرانی هست. مثل اینه که ما کشتار آقا محمد خان رو در تفلیس به ایرانی ها نسبت بدیم که رفت اونجا قتل عام کرد و تجاوز کرد و رفت. عرب ها همطوری که آقای سلیمانی میگو روند تکامل اجتماعی خودشون رو داشتن طی میکردن و اگر این بیماری باید چه بزنم بیماری واقعا نیفتاده بود روی این شبه جزیره، احتمالاً الان هم اونها وضع بهتری داشتن و هم ما ایرانی ها. من علاقم این هست و بود که در موازات آنچه در عربستان زمان محمد اتفاق افتاد بپردازم به ایران فارغ از حب و بغض. ولی قبل از اون میخوام یه اشاره کوتاهی داشته باشم به این که شما توجه بکنید زن با ورود اسلام بیچاره شد. چون شما اشاره کردی اول برنامه که ما متعهد به فرهنگ و حقیقت هستیم. شما نگاه بکنید ما پیرو مذهبی بودیم و میلیون ها نفر هستند که پیامبرش دارای کنیزه، امامانش برده دارند. یعنی در خانه موسی بن جعفر اشاره شده که 150 کنیز و غلام وجود داشت و ایشون علاقه عجیبی بر اساس احادیث خود آخوندها داشتن که میگفت کسی که لذت هماغوشی با یک کنیز رو دریابد هرگز با زن آزاد ازدواج نمی کنه. دلیلش هم برای من روشنه، برای اینکه کنیز مفعول مطلقه ولی زن آزاد مفعول مطلق نیست و این بعضی مردها دوست دارن که طرف در دست خودشون یک ابژه باشه. احتمالاً این بزرگان هم این علاقه داشتن. این بحثی جداگونه است. حتی ما توی فرصتی میتونیم باز بکنیم که به چه دلیلی پیامبری که خاتم النبیین هست و جان جهان به قول سعدی، به قول مولانا که شما اشاره کردید، ایشون خب میتونست اعلام بکنه دیگه، قدرت‌های الهی داشت، اعجاز میکرد، شق القمر میکرد، نمیدونم با الاغ به دیدار پروردگار میرفت و خیلی کارهایی که بهش نسبت میدن. به چه دلیل مثل مانیفست کوروش که مانده در تاریخ علارغم حالا نقد ها و نیکی هایی که درباره این میشه، یک مانیفست نداد آقا جان من که پیامبرم کنیز نمیگیرم، اگرم شما میگیرید در آینده باید نگیرید. ولی میبینیم که سهه کوبید، کنیزهای زیادی گرفت، زن اسیر رو گرفت به بستر برد و بریم تا آخر. بر اساس همین سنت پیامبرگونه و امامگونه ما شاهد هستیم که خرد ایرانی ها رو، شاعرانش رو شما اشاره کردید، مولانا دو نفره، یک مولانایی که تحت تاثیر فرهنگ ایرانی است، فرهنگ مغان، و موقعی ازش سوال میخونن در رابطه با معین الدین پروانه که گویا شراب میخورد و دوست مولانا بود که شراب حرام است یا حلال، گفت تا که خورد. یا در کوی اصفهانیان به قول زرین کوب موقعی جلوی یک زن روسپی تعظیم میکنه، زن تنفروش، زن مظلوم. این زائده فرهنگ اسلامی نیست. فرهنگ اسلامی اینه جنبش سربداران 600 نفر زن بیچاره رو در چاه ریختند و خاک ریختند روش. این جنبشی که در زمان جوانی من جناب پتروشفسکی کتاب سربداران نوشته بود ما فکر میکردیم انقلابی هستن. 12 تا 13 تا حزب اللهی آدمکش جنایتکاری که قبلا هم در خدمت مغول ها بودن اومدن. این کارکرد اسلامیه، کشتار و احتیاجی به سربداران نیست.
یادمون هست که در آغاز این انقلاب سیاه 20 بهمن خمینی با این مظلومان بیچاره چه کرد؟ دارشون زدن، آتیش زدن، نمونه‌های آتیش زدن بود، شهر نو رو کوبیدند و خلاصه چه بلایی به سرشون بود. و همین دلیل ما وقتی با پیامبر سر و کار داریم، بنابراین مسئله اینه برای چی کنیز داری؟ کسی که امروز با واقعا تمسخر باید گفت هنوز بت بسیاری از گروه‌های اسلامی اپوزیسیون هست و گلو پاره میکنن که سمبل راهی زن آیین اسلام محمدی. سوال اینه به چه دلیلی شما یک پیامبری که 22 تا زن گرفته نقد نمیکنید؟ اینها ببینید، شما در آغاز گفتید ما از کسی وحشت نداریم، اصلا کاری با اینا نداریم، ما داریم یک واقعیت رو نقد میکنیم. برای اینکه اینها آدمایی هستن که بسیار بی سواد هستن، یعنی تو غربت دارن میمیرن بعد از 40 سال، مثل خود بنده که در غربت به سال خورده یه رسیدم، ولی هنوز که هنوز حاضر نیستن لا یک کتاب تاریخ رو باز بکنن و ببینن چه خبر بوده. این تفکر مسمومی که شما به آقای سلیمانی اشاره کردید، ببینید رو شعر نیفتاده که سعدی مثلا وقتی ما بوستان سعدی رو میخونیم پر از آموزهای بسیار وحشتناک است در رابطه با زنها. مولانا رو شما گفتید، من اینجا به سه فیلسوف فقط تو این بخش اشاره میکنم که چشم و چراغ فلاسفه ایران هستند و به قول معروف اینها رو در بوق میکنن. از ملا صدرا که ما بزرگتر نداریم، بعد نزدیکترین فیلسوف به زمان ما که اینا رو ازشون به هیچ وجه فیلسوف نمیذارم، اینا در حقیقت فیلسوف هستند، اسلام صوف هستند و یا فیلفق هستند با عرض معذرت، و نه فیلسوف. فیلسوف کسی است که آزادی داره. شما نگاه کنید بزرگترین فیلسوفی که حرکت جوهریش گوش همه رو کر کرده بود، دانشکده الهیات استاد بزرگ سید جلال آشتیانی گلو پاره میکرد فلسفه جوهری، ایشون در کتاب خودش در آثار خودش میفرماید فی عنایت تعالی فی خلق الارض و ما علیها، در عنایت پروردگار این هست که حیوانات مختلف، یک قسم از عنایت الهی تولد حیوانات مختلف است که برخی از آنها برای سواری و زینت، برخی برای حمل بار، برخی برای تجمل و برخی برای نکاح. یعنی زنها جز چارپایان در تفکر ملا صدرا، البته ملا صدرا قربانی است، ملا صدرا فیلسوف نیست، کسی است که یک قفسی پیرامون خودش داره که تو اون سیر و سلوک میکنه، جرأت نداره. فیلسوف به نظر من کسی است که قفس رو اول میشکنه، اعلام ارتداد و کفر و شرک میکنه و میرسه به آزادی و تصمیم میگیره. این فیلسوف ماست که هیچ کس نمیتونه ردش بکنه از این مسلمین، و حتی تو زندان مشهد کتابش تدریس میشد به عنوان فیلسوف حرکت جوهری و یادم نیست ترد جبال و جامده و یه تمر رو من رساب تو کوها رو میبینی جامد ولی مثل ابر در حال حرکت، هم ما هم چقدر کیف میگردیم. ولی ایشون زن رو، یعنی نیمی از جمعیت فرزن کشور ایران رو، جزء حیوانات میدونه، و این جناب ملا هادی سبزوالی 2-3 قرن بعد خلاصه شروع میکنه به تفسیر این که بدتر از ملا صدراست که باید بروید و شنوندگان و بینندگان گرامی بخوانند، که میگه زن در اصل خلقتش حیوان است، منتها صورت انسانی دارد و الی آخر. اونم حیوانات صامت، یعنی بی زبان، کسانی که حرف نمیزن. شاهکارتر از اینها جناب غزالی است که قبل از غزالی هم با حضرت امام علی اشاره کرد که معاشر الناس ان النساء نواقص ایمان و نواقص عزوز نواقص عقول. خلاصه این امام برتر ماست که زنها رو نه ایمانشون رو درست میدونه. ببین این ناشی از کجاست؟ ناشی از تفکری است که پیامبر اسلام آورد با قرآن خودش، با جبرئیل خودش، و برویم بخوانیم توی قرآن و نیز رساله های آخونده های بزرگ من جمله خمینی که به جای میرسن که برای بچه شیرخواره عقد جایز هست و میشه منهای دخول لذت جنسی از بچه‌ای که 6 ماه است برد. در کجای دنیا اینو ما داریم؟ و شرم نمی کنیم از چنین اعتقادی واقعا، به خاطر اینکه علاقه نداریم بریم جهنم
و وحشت داریم از اینکه ما رو به بهش نبرند و با حورالعین و قلمان و دیدار رسول الله و نمیدونم امامان اینها خلاصه برخوردن نشیم. این وضعیت ماست واقعا. باز رفت خوند و شرم کرد، مخصوصا غزالی رو آدم وقتی اون نصیحت الملوکشو میخونه واقعا وحشتناکه، که مثلا در نصایحش میگه که معلمی دختری را در بیری میاموز، حکیمی پیش او در آمد گفت ای معلم بدی را به بدی میاموزی. این فیلسوف بزرگ ماست. وقتی دو زن با یکدیگر مشورت میکردند حکیمی آنجا گذشت و گفت بنگرید که مار زهر به وام از مار میستانه. این زن در نگاه فیلسوف ماست. حالا شما حکایت کنید زیر این نگاه مسموم و کثیف و آلوده‌ای که از سرچشمه، من بارها مثال زدم گفتم ملایان حباب‌های نجاستی هستند که از چای فاضلاب میان بالا میترکن و باز تکرار میشه، ولی منشأ کجاست؟ چای فاضلابی که به فیلسوف ما با همه هوشیاری، این آدم های کمی نبودن، مولانا آدم کمی نبودن. آخه تفکر وقتی آلوده است، وقتی تو قفسه، وقتی که مولانای متفقه میخواد حرف بزنه چیزی رو میگه که شما اشاره کردید، ولی وقتی که مولانا از حیطه فقه میزنه بیرون و این مسمومیت ها میگه که شراب حرام است یا حرام، میگه تا که خورد و اون کارا رو میکنه. این چیزها رو باید مثلا آدم ببینه. و بعد باز غزالی مثلا وقتی میخواد تو سر زنا بزنه، فیلسوف بزرگ، میگه که این چیزهایی که به حوا در بهشت دادن به دلیل نافرمانی و گول زدن عالم، اول حیض، دوم درد زادنه، جدا شدن از پدر و مادر و دادنش به مرد بیگانه، انگار که باید مثلا اینو میدادن به برادرش، به نفاس آلوده شدن، مالک تن خیشتن نباشن، میراثشون کم باشه، طلاق به دست ایشان نگردد، برای مرد 4 زن حلاله، برای زن 1 شوی، در خانه معتکف باید بودن، سر پوشیده بودن، گواهی 2 تن برابر 1 تن، از خانه بیرون نیاید، به نماز عید و نماز آدینه نرود، امیری را نشایند و الی آخر. در قیامت چنان که جمله امت را عذاب بود، 1/5 از عذاب برای زنان فاجر بود. ببینید این تصویر ننگین کثیفی است که این آیین ریخته بر سر ملت ما، و متاسفانه نمیخوان بعضی. به قول آن کس که نداند و نخواهد که بداند، در جهل مرکب ابد و دهر بماند. مردم ما که زیر 40 سال حکومت آخوندی، به خصوص زنان، زنانی که 60,000 نفرشون تو آستان قدس دارن سیغه رو هستن، اینا گناهی ندارن. گناه از غزالی هاست، گناه از مولانا هاست، گناه از رهبرانی است که جرأت اینو ندارن 1 بار به تاریخ واقعی اسلام نگاه بکنن، به تاریخ واقعی زندگی علی و محمد، و نیز تاریخ واقعی میهن خودشون با همه ضعف‌ها و قدرت‌هاش. این رو من در بخش بعد فرصتی باشه اشاره خواهم کرد، و از حیطه غزالی اینها خواهیم رفت به حیطه الهه‌های میتولوژی ایران باستان، که سرچشمه پاکیزه اولین گامی است که ما می‌خوایم برداریم. بعد باید بریم سراغ سرچشمه اصلی دین ایرانیان و اینکه زنان در جامعه چه میکردن، چه اشراف و چه طبقه فقیر. به این خواهم پرداخت. خیلی ممنون. یک دنیا سپاسگزارم آقای یغمایی گرامی. البته ما در این برنامه قصد بررسی و نقد شاعر بزرگ و اما نیمی مرتجع به نام مولوی رو نداریم، یا غزالی، به موقع به اینا خواهیم رسید. اما حالا که سخن اجازه بدید که من یک جمله فقط اشاره کنم. ببینید اینها ما داریم نقد میکنیم. مولایی واقعا اندیشه به روح بزرگی داشت، منتها اینا متناقضن، به دلیل این که یک تناقضی است که این مذهب وارد ایران کرد و اینا رو قربانی کرد. در حقیقت باید این رو، اگر فرصتی شد، یک تناقض اصلی در شعر و ادبیات ایران ما میتونیم بهش بپردازیم که با ما چی کرد. بیگمان چنین خواهیم کرد. من فقط این چند جمله رو گفتم برای اینکه بگم یک نکته دیگر رو هم از مولوی در اینجا به قلم خودش در همین کتاب فیمافی میخوام بیان کنم. خیلی کوتاه خودش اینجا نوشته در صفحه 176 زیر عنوان
من روسپی باره ام، یعنی جندباز هستم به اصطلاح رایج امروز. و خودش میگه که من روسپی با روسبی باره ام، از خردکی کار من این بوده است. و شما هم مثنوی رو اگر وقت بگذارید و واقعا بخوانید از دید یک انسان امروزی، از دید یک انسان مدرن، میبینید حتی از دید یک انسان ما قبل تاریخ، خواهید یافت که چه آموزه های ویرانگر و ایران ویران کن، انسان ویران کنی در مثنوی مولوی هست، در کنار ابیاتی که به راستیش شاهکارن. یعنی هر بیتی خود دنیایی از تجربه توشه، در بیت بعد دنیایی از ضدیت با بشر توش هست. چرا؟ این تناقضی است که آقای یغمایی به درستی بهش اشاره کرد. اینها نیمی انسانهایی بودند که با واقعیت زندگی سر و کار داشتند، با تاریخ خودشون، با فرهنگ ایرانی سر و کار داشتند. نیمی دیگرشون عقاید پوسیده است که از اسلام به ارث برده بودند و حتی دفاع ازش میکردن و توجیهش میکردن، میگفتن اگر محمد 17 تا زن داشته به خاطر اینکه رنج اینها رو بر دوش خیش بکشن. خب دیگه من نمیدونم خاک کدوم کشور یا کدوم تاریخ و زمان رو باید من بر سر خودم بریزم. عرض کنم که یک نگاهی میکردم به زنان محمد و شمارشون، رسیدم به ویکی‌پدیا هم در شیعش و هم ویکی‌پدیای بین‌المللی، نوشته که محمد حسین طباطبایی محقق و دانشمند شیعه تعداد زنان محمد ابن عبدالله را 11 تن می‌داند. این کمترین شماری است که قائلا برای زنان پیامبر، که عبارتند از خدیجه، زینب بنت جحش، سوده، عایشه بنت ابی بکر، زینب بنت خزیمه. این خزیمه رو من برای شما بگم، خزیمه علم که شنیدید، اسدالله علم از طایفه خزیمه است. این رو خودش در کتاب خاطراتش 5 جلدی نوشته. بعد نوشته خاندان ما، یعنی طایفه خزیمه، یکی از 52 طایفه ای بودند که پس از تصرف ایران به دست عمر و مسلمان ها، ایران بین این 52 تا طایفه عرب تقسیم شد. اینا در واقع حکومت های محلی تشکیل دادن و طایفه خزیمه در جنوب خراسان صاحب جنوب خراسان میشه، که تا آخر سر هم اینا همونجا بودن. و آقای اسدالله علم گاهی هم مثل که تولیت آستان قدس رضوی بود. حالا اینجا اگر شما شنیدید زینب بنت خزیمه، همه اینها، این اسامی طوایف، بعدها در ایران حتی به صورت نام فامیلی در آمدند. یکی از این افراد که از نوه های یکی از این طوایف است، در همین شهری که من زندگی میکنم، در آلمان زندگی میکنه، نمیخوام نام ببرم، و خودشم میدونه که از طوایف عرب هست، از اهالی قم هم هست، و قم جزء اموال اینها بوده، در واقع به طایفه اینها سپرده شد. باری برگردم سر شمار زنها. هند مشهور به ام سلمه، صفیه بنت حی، بعد جویریه، میمونه، رمله، حفصه. این اون 11 تا است که آقای طباطبایی فرموده. بعد در زیرش اومده این زنان بر اساس آیه قرآن به امهات المؤمنین مشهورند، یعنی مثل امیرالمؤمنین زنان، یا حالت اینطوری مهمترین مؤمنین زنان. که بعد در اینجا 17 نفر رو نام نوشته. از این 17 نفر یکیشون خوله دختر حکیم سلمی بوده که خود را به محمد ابن عبدالله بخشید و اسم این هست زن هبه‌ای. حالا چند تا زن هبه‌ای داشته، چند تا هبه‌ای، اونا رو دیگه واقعا تاریخ باید بره و نگاه کنه. یعنی چون این سنتی هم بودی که یک زن میگفته آقا من میخواستم خودم رو وقف این
پیامبر بکنم، ببخشم به پیامبر. هر کسم جرأت داره با خود پیامبر و لشکرش و مسلمان ها و الله و جبرئیل سرکار خواهد داشت. و محمد تقی جعفری که میشناسیدش، واقعا خیلی آدم باسوادیه ولی شیعه است دیگه، آخونده و همه سوادش در خدمت توجیه همین مزخرفات هست. تعداد محمد ابن زنان محمد ابن عبدالله را 9 نفر میداند. من این اعداد رو گفتم برای اینکه بگم در شمار زنان پیامبر اختلاف هست بین 9 تا 17 تا، شایدم بیشتر، و همه اینها بیوه بودند به جز عایشه. برمیگردم خدمت آقای سلیمانی، بفرمایید. خواهش میکنم جناب مانی. ببینید، در بین زنان محمد اختلاف نیست در تعداد. بحث این هست که برخی ها زنان هبه‌ای محمد رو جزء زنان دائمی او نمی آورند، برخی ها زنانی که او خواستگاری کرد اما به آنها نرسید رو جزء زنان محمد نمی آورند، برخی ها هم زنانی که محمد به عنوان کنیز داشت مثل ماریه و دیگران رو نمی آورند، یا مثلا ریحانه و دیگران. این اختلاف به این دلیله، نه اینکه مثلا کسی بگوید ببینید چون یکی گفته 9 تا، یکی گفته 13 تا، یکی گفته 40 تا، یکی گفته 30 تا، اینها بس نشان میده بی اعتبارن. نه، باید ببینید آنها از چه زاویه‌ای به این مطلب نگاه کردن. اما من برگردم به مقدمه این بحث، یعنی اینکه خب ما وقتی نشان دادیم اعراب چگونه میاندیشیدن، نقش زنان چه بود، خب باید ببینیم نسبت پیامبر در چنین محیطی چگونه بود. در میان گزارشات تاریخی خب میدانیم پیامبر اسلام یک شخص یتیمی بود از زمانی که تحت تکفل پدر بزرگ خود بود که 2 سالی بود و بعد به ابو طالب واگذار شد. ابو طالب از نظر مالی شخص ضعیفی بود و جزء تجار برجسته نبود، اما یک نوع ریش سفیدی و اعتبار اجتماعی در میان قریش داشت. خب طبیعیه وقتی محمد در چنین محیطی زندگی میکنه نیازمند به کار کردنه و او کار چوپانی انجام میداد برای حالا افراد نزدیک به ابو طالب و دیگر اعراب. منابع تاریخی ذکر یک واقعی رو میکنن که بسیار مهمه برای ما در شناخت شخصیت پیامبر اسلام. این رو اکثر منابع تاریخی آوردن. میگویند قبل از اینکه پیامبر به سن 25 سال برسه و ازدواج بکنه با خدیجه، بنا به گفته خودش 2 بار تصمیم میگیره به آن تفریحی که جوانان قریش یا اهل مکه بدان میپرداختن بپردازه. خب طبیعیه مورخان اسلامی سعی میکنن این داستان رو به نحوی مهالود بکنن تا زشتی رفتار محمد مشخص نشه. ظاهرا او که در دوران جوانی به سر میبره یا نوجوانی شد به نوعی گوسفندان و آن احشامی که در اختیار او بود رو به دوستش میسپره و میگوید تو اینها رو نگه دار که من امشب به مکه بروم و بگردم. در واقع کلمه گشتن رو آورده، گویی محمد تا بال مکه رو ندیده بود و میخواست تازه مثلا بره بگرد، در حالی که منظور این است که آن وقت شب ایشان میخواست به مکه بیاد، به خانه کسانی میخواست بره که به نحوی خدمات جنسی ارائه میکردن و این هم در میان اعراب کم نبود. لذا ایشان وارد مکه میشه. بنابر گفته مورخین اسلامی وقتی وارد شهر مکه میشه میبینه جایی عروسیه و بعد وارد آن عروسی میشه و خوابش میبره. ظاهرا کلمه عروسی در اینجا گمراه کننده است، چون هیچ وقت آن وقت شب کسی عروسی نمیگیره که در تاریکی مطلق بوده در آن زمان، ضمن اینکه هیچ نامی هم از اون عروس و داماد نیامده که چه کسانی بودن و اساسا چرا محمد رفته آنجا بخوابه. ظاهرا ایشان وارد آن خانه میشه. این در واقع تفکر من هست که من عرض میکنم. خب طبیعیه وقتی شما وارد چنین مکانهایی میشوید، شراب هم هست، می هم هست، خب به هر حال خانم ها هم هستند، شما خب خسته میشید وقتی کارتون رو انجام دادید، شرابی خوردید، خسته میشید و همونجا میخوابید.
ایشان میخوابه و صبح ظاهراً با طلوع خورشید بیدار میشه. اما مورخ مسلمان میآورد که نه خیر، خداوند به او در آنجا الهام کرد، ایشان هنوز نیامده به مجلس عروسی خوابید. بار دوم هم چنین اتفاقی پیش میاد، یعنی محمد دو بار قبل از اینکه به عقد یا ازدواج با خدیجه اقدام بکنه چنین رفتاری رو انجام داده. البته این رو فقط مورخین گزارش کردن، شاید تعداد بیشتر بود. بنابراین قدرت و قوای جنسی این پیامبر در آن زمان هم وجود داشته. خب طبیعیه، او هم یک انسان معمولی بود. برای همین هست که مثلا افرادی مثل ابوالفضل مشاط که کتابی می‌نویسد به نام زلت الانبیا، افراد دیگری مثل سید مرتضی و سید رضی و دیگران میآیند در عوض اون کتابی می‌نویسند تنزیه الانبیا، یعنی مثلا نخیر پیامبران خیلی منزه هست. و حتی داستان‌هایی هم که ساخته شد، پیامبر رو در کودکی سینه شکافتند و پلیدی‌های او رو از سینه خارج کردند، برای این است که نشان بدهند این پیامبر از همان ابتدا که آمده معصوم بوده، فارغ از هر گونه تمایلات و هوا و هوس بوده و اون داستان‌هایی که برای برگزیده شدن او به نبوت نیاز بوده که یک مورخ بسازد. اما این گزارشات هم در میان منابع تاریخی وجود دارد که پیامبر اسلام اهل چنین رفتارهایی هم بوده و اهل خوشگذرانی هم بوده. کتاب‌های تاریخی و به خصوص کتاب‌های فقهی بارها از قدرت جنسی پیامبر اسلام سخن گفتن بی پرده. مثلا ابن سعد آورده که پیامبر گفته جبرئیل یک تشتی از گوشت برای من آورد، من زمانی که او رو خوردم قدرت جماع 40 مرد به من داده شد. یا برخی دیگر آوردن که پیامبر اسلام در یک روز یا یک شب با هر 9 زن خودش عمل نزدیکی انجام داد، یعنی در یک شب، و این نشان قدرت جنسی اوست. خب دقت بکنید میبینید که او در دوران کهنسالی به سر میبره و این تمایل به چنین مطلبی خب شاید ایجاب بکنه که ما ببینیم او طبیعتاً آیاتی برای منافع خودش در این زمینه میآورد و این رو ما بعداً در قرآن میبینیم. مهمترین آیه همان آیه 50 سوره احزاب هست که شما اشاره کردید در مورد بخشیدن زنان به پیامبر. در این آیه اشاره میشود که محمد میتواند زنان متعددی بگیره، کنیز بگیره، و اشاره میکنه که اگر زن مؤمنی بخواهد خود رو به پیامبر ببخشه، یعنی وهبت نفسها، خودش رو به پیامبر ببخشه، و پیامبر هم تمایل به این امر داشته باشه، یعنی یستنکه ها، دوست داشته باشه با اون نکاح بکنه، که کلمه نکاح در اینجا به معنای جماع نه به معنای ازدواج، چون ازدواج رو بالاتر ذکر میکنه و دو عقد رو نمیتوان در یک آیه آورد. هرچند علمای اسلامی سعی میکنن از نادانستن مردم از قرآن و مفاهیم اون این رو به ازدواج آورن، در حالی که کلمه نکاح به معنای عمل جنسی است و در اینجا که اشاره میکنه یستنکه ها به معنای این که خود پیامبر هم بخواد با اونها عمل جنسی انجام. بعد نکته جالبتر این است که در این آیه اشاره میکنه که خالص لک، این مخصوص خودته، یعنی این حکم هبه کردن زنان مخصوص خودته، دون المؤمنین، غیر مؤمنان، یعنی مؤمنان دیگه چنین حقی رو نداره. جالب این هست که آیه مصطفی حسینی طباطبایی در جای اشاره میکند که خیر، در اینجا مقصود این است که اگه زنی بخواد خود رو بدون مهریه به پیامبر ببخشه چنین حقی رو داره، در حالی که اصلا در اینجا بحث مهریه مطرح نیست، در حالی که در آیات متعددی در قرآن بحث مهریه آمده که زنان خودتون رو میخواید طلاق بدید به اونها پرداخت بکنید. نکته دوم، اگه قرار باشه مهریه‌ای پرداخت نشه، یعنی زنی دوست داشته باشه بدون مهریه با مردی ازدواج کنه، خب چرا این امر باید مختص پیامبر باشه؟ اتفاقا بسیاری از مردان بودن که توانایی پرداخت مهریه رو هم نداشتن. خب این حکم رو چرا دون المؤمنین کرده؟ یعنی غیر مؤمنان، فقط مختص پیامبری که خمس میگرفت، دارای ثروت بود، اموالی داشت، خب او توانایی پرداخت مهریه رو داشت. چراغی که باید روا می بود برای آن مؤمنینی بود که اصولا پرداخت مهریه رو نداشت. اما اصل داستان این بود که خود پیامبر اسلام زمانی که دید افرادی که شما نام بردید مثل حکیم بنت خوله بنت حکیم یا ام شریک و دیگران آمدن، او هم استقبال کرد، گفت خب چه اشکالی داره،
و فتوا هم آورد که زنان انصار به من رجوع کردن، مردان اونها هم من رو دوست دارن و در واقع این رو به عنوان یک امتیاز برای خودش در نظر گرفت. پیامبر اسلام حتی به این هم قانع نبود جناب مانی بزرگوار. آیه 51 همان سوره احزاب میگوید یا رسول الله، شما اگر خواستید نوبت هر زنی رو میتونید مؤخر و مقدم بکنید، دیگه اصلا مهم نیست که اصلا حالا مثلا شما بخواید امشب نوبت بگیم جوویریه هست یا نوبت فرض حفصه هست یا دیگری است، شما اگر عایشه رو دوست دارید در خدمت او باشید. این مطلب اتفاقا اسباب یک نزاع هم شد. مثلا پیامبر اسلام آمد و به سوده گفت من میخوام تو رو طلاق بدم، اما هیچ دلیلی برای او نیامد. سوده متعجب شد که خب چرا محمد میخواد من رو طلاق بده. زمانی که با حفصه صحبت کرد، حفصه به او گفت تو نوبت همخوابگی خود رو به عایشه ببخش، پیامبر هم از طلاق تو صرف نظر خواهد کرد. سود همین کار رو هم کرد و پیامبر هم از طلاق او صرف نظر کرد. یعنی شما دقت بفرمایید، این بزرگوار آمده بود به دنبال بهانه‌ای که بخواد سوده رو از سر خودش باز کنه، اما چون سوده نوبت همخوابگی رو به عایشه داد، پیامبر از او صرف نظر کرد. حالا مسلمانان چگونه اینها رو توجیه میکنن؟ آیا این مصلحتی در او بود جز قدرت جنسی یا تمتع جنسی؟ به نظر من چنین چیزی نه. اما خود پیامبر اسلام جالب جناب مانی، طبق آیه سوم سوره نساء میگوید تا سقف 4 زن توسط مسلمانان میتواند به عقد ازدواج در بیاید، یعنی خارج از 4 زن هیچ مسلمانی نمیتونه ازدواج کنه. اما خودش در زمان مرگ 9 همسر دائمی داشت که شما فرمودید، یعنی خودش از این آیه مستثنا شده. جالب این است که همین پیامبر اسلام شخصی مثل غیلان ابن امیه سقفی که در آن زمان 10 زن داشت رو در واقع او رو مختار کرد به اینکه از میان 10 زن 4 زن رو انتخاب بکن، آن 6 زن رو طلاق بده. چرا؟ چون سقف 4 زنه. اما برای خودش این کارو نمی‌کرد، یعنی میگم نه، من همون مختار خودم رو باید داشته باشم، کنیزهای خودم رو باید داشته باشم و افراد دیگه. نکته جالب‌تر این است که خود پیامبر اسلام بعدها سعی کرد به واسطه یک سری مشکلاتی که در اطراف او به وجود آمد یک عنوانی رو اختیار بکنه که شما فرمودید، یعنی ام المؤمنین، یعنی مادر مؤمنان باشن این زنان. حالا اصل داستان از چه قرار هست من خلاصه عرض کنم. روزی پیامبر اسلام وقتی به منزل مراجعه میکرد، دید عایشه در حال صحبت کردن با طلحه ابن عبیدالله است. طلحه در واقع هم عشیره‌ای عایشه محسوب میشد، هر دو اینا از بنی تیم هستند. زمانی که محمد آمد با یک لحن بسیار بدی با او صحبت کرد که شما مثلا برای چی دارید با هم صحبت میکنید این داستان ها، طلحه به مسجد میره و ناراحت میشه. حتی این رو از نقل از عثمان هم آوردن که اشاره میکند که محمد با دختر عموهای ما ازدواج میکنه، از ما زن میگیره، اما ما میخواییم با دختر عموی خودمون صحبت کنیم، او ناراحت میشه. اگر او بمیره ما در میان خلخال زنهای او به نوعی حالا ازدواج میکنیم با این افراد این داستان. این خبر به گوش محمد میرسه، لذا سعی میکنه با آوردن واژه ام المؤمنین که در آیه 6 سوره احزاب آمد و بعد در آیه 53 سوره احزاب ممنوعیت اون رو گذاشت، بگوید شما اگر بخواید با زنهای محمد حتی بعد از محمد، یعنی زمانی که او مرده، ازدواج بکنید، پیامبر رو آزار دادید، چون این کاری نباید بکنید. خداوند هم از این داستان‌ها ناراحت میشه. بنابراین ما میبینیم محمدی که طبق آیه 40 سوره احزاب میگوید محمد پدر هیچ یک از مردان شما نیست، برای زنان خودش ام المؤمنین میاره، یعنی خودش پدر مؤمنان نیست اما زنان او مادر مؤمنانن، حق ندارن که با اونها ازدواج بکنن. در دل همین مطلب جناب مانی، بعد از مرگ پیامبر اسلام زنانی از او به جا ماندن که مجبور شدن به خاطر این عقده و نوعی بدبینی محمد سالهای زیادی رو بدون شوهر زندگی بکنن. حالا من به قدرت حافظه سعی میکنم برخی از این موارد رو ذکر کنم که شما ببینید داستان به چه نحوی.
اگر سوال‌ها رو بعضن اشتباه می‌کنم دوستان ببخشید. زینب بنت جحش اولین کسی است که بعد از مرگ محمد می‌میره در سال حدود 20 هجری، یعنی 10 سال بعد از محمد. سوده بنت زمعه، همون زنی که ما بعداً اشاره خواهیم کرد، بعد از مرگ خدیجه او رو به همسری گرفت، در سال حدود 23 فوت می‌کنه، یعنی 13 سال بعد از محمد. رمله که دختر ابو سفیانه و به نام ام حبیبه معروف بود و در حبشه زن عبیدالله ابن جحش بود، او در سال 44 فوت میکنه. جناب مانی، 34 سال بعد از محمد او مجبور بود تنهایی در یک گوشه‌ای زندگی بکنه بدون اینکه اصلا مردان رو ببینه، با اونها ارتباطی داشته باشه و داستانهای مختلف. حفصه دختر عمر، او در سال 45 هجری فوت میکنه، یعنی 35 سال بعد از محمد. صفیه که دختر حویه بن اختب بود، او هم کسی بود که در حدود سال 50 هجری فوت میکنه، یعنی 40 سال بعد از محمد. میمونه رو ما داریم که تقریبا در سال 51 فوت میکنه. جویریه که دختر حارث بود در غزوه بنی مصطلق او رو گرفت، او هم در سال 56 فوت میکنه، یعنی 46 سال بعد از محمد ایشون زندگی کرده. خود عایشه سال 57 فوت میکنه، یعنی 47 سال. و آخرینش ام سلمه است که اشاره کردید، هند، در واقع دختر ابی امیه. خود ام سلمه در حدود سال 59، یا حالا برخی آوردن 62، یعنی اگر دقت کنید نزدیک 50 سال این زن مجبور شده بعد از محمد تنها زندگی بکنه. چرا؟ چون محمد به خاطر واقعی که دید مثلا طلحه با عایشه در حال صحبت هست، آورده واژه ام المؤمنین رو گذاشته، در حالی که همه اینها قبلا ازدواج کرده بودن، شوهر داشتن، افراد مختلفی در اونها زندگی کرده بودن، صاحب فرزند شده بودن. ولی ممنوعیت بعد اون ناشی از همان عقده‌ای بود که پیامبر اسلام ایجاد کرد و این ظلم بزرگی بود بر زنان محمد. زمانی که در جنگ جمل عایشه حرکت میکنه، بسیاری از زنان محمد به اون کنایه میزنن که محمد گفته باید قرین خانه ها باشی، تو به چه دلیل آمدی و در خیابان ها و در بیرون به دنبال حق خواهی هستی؟ من عرایزم طولانی شد، ببخشید. سپاس فراوان. عرض کنم که در احادیث آوردند که از جمله در تاریخ طبری و تاریخ مشابهی که کپی هم دیگه هستن، آن حضرت رسول الله طبیعی خب زورهاتون گرمای آن زمان در عربستان میرفته تو خیمهش یه استراحتی بکنه و با یکی دوتا از همسرانش به هر حال استراحتی بکنه. بعد این عرب ها ولش نمی کردن، پیروانش مسلمان ها، یا رسول الله یا رسول الله هی می اومدن، درست موقع غذا خوردن هم می اومدن، می نشستن سر سفره رسول الله، سیر می خوردن، لم می دادن و تازه علکی سوال می کردن، یا مثلا می گفتن چرا شب تاریک است روز روشن است، می خواستن وقت بگذرن، گوشه چشمی هم به همسران موجود در اون خیمه مثلا بیاندازن. بعد محمد دیگه واقعا از دست اینا زله شد، منم اگر بودن زله می شدم. بعد رجوع میکنه به جبرئیل یا حضرت سلمان فارسی یا هر کس دیگری، میگه بابا اینا منو بیچاره کردن، من با اینا چیکار کنم؟ آیه چیزی آخه. بلافاصله یک آیه میاد و تقدیم مسلمان ها میشه، خطا خطابه است یک خود بمانندی که مسلمان ها نباید به هنگام زور، این ترجمه به معناست، مزاحم پیامبر شوند و اگر به خیمه او میروند زیاد در آنجا بمانند و نگذارند که پیامبر به کارهای خودش، به استراحت خودش و به غذا خوردنش بپردازد. آقا آیه آورده برای اینکه سر زور مزاحم من نشید. حالا این آیه چه به درد چینیای مسلمان میخوره، چه به درد اندونزیهای مسلمان میخوره من نمیدونم، چه به درد آفریقایی که مسلمان شدن میخوره، چه به درد ما ایرانی ها میخوره که اصلا زنگ در خونه مون زورا از کار میندازیم، کلا شبا میندازیم، چون همه چیز گرون دیگه. معلوم میشه که بیش از آنچه که ما فکر میکنیم، آیات قرآن آیاتی است که محمد برای شخص خودش و تنظیم رابطه خودش با اطرافیانش و با زنانش و با اموال و کسبیات در جنگ ها
تولید کرده، ضبط کرده، ضبط کرده و بقیهش هم که اصلا ربطی به عالم انسانی و عالم واقعی نداره. و دریغ از زندگی ما، مغز ما، عمر ما، روزگار ما و کشورهای ما که با اهن و طلب یا قوانین و آیات چنین کتابی به نام قرآن کریم صرف بشود و ویران بشود و چنین شود که شده است، هیچ یک از کشورهای مسلمان و ملتهای مسلمان روی خوش، روی آزادی، روی دموکراسی، روی پیشرفت، روی انقلاب‌های صنعتی رو ندیدند و هنوزم که هنوزه همش میگن انشالله این حکومت میره، بعدی میاد وضع ما عالی میشه. اون میاد یه 50 سالی میمونه، دوباره اینها دست به دعا برمیدارن که الهی خودت کمک کن، دیگه تو کمک کن، ما خودمون اهلش نیستیم. این حکومت برود، بعدی بیاید، این آخوند پدر سوخته بمیرد، یه جوان لاغر آخوند جوان بشینه سر جاش، نسل ها پی هم از این آخوندهای پیر میروند و جوانهاشون میاند و دوباره پیر میشند و مرجع تقلید میشوند و من همچون میمونهای جنگلهای آفریقا مقلد چنین آدمهایی میمونم و بعد آه میکشم، میگم که چرا دیگران خوشبختن، چرا کشورهای کافر خوشبختن و چرا ما نیستیم. کمی به خودمون بیاندیشیم. خب آقای یغمایی عزیز، دیدی ما موفق شدیم وقت شما رو گرفتیم، پس بدون ما همه کلکای بلدی، با این همه در خدمت شما هستیم، شما سخنانتون رو بگیم و من گفته پایانی هم گفتار کوتاه پایانی هم دارم با بینندگان عزیزمون و اون رو هم در میان میذارم و خداحافظی میکنیم. به قول همون جناب مولانایی که شما گفتید، یک سینه سخن دارم زان شردم یا نه، شعر قشنگش. ببینید صحبت زیاده، من کوتاه اشاره میکنم، تو پرمرو برنامه های بعدی اشاره خواهم کرد. شما اشاره کردید به تعداد زنها، آقای سلیمانی هم گفت، آخرین لیستی که من دیدم که با تکیه بر مجلسی یکی تهیه کرده، حالا ممکنه کامل درست نباشه ولی جالبه که اسامی که نوشته، ایشون اولین زنش بود خدیجه و آخرین زنی که تو این لیست هست زنی است به اسم تکانه که 46 زن از سیغه ها و زن ها و این هاست که زندگی تک تکشون رو میشه رفت بررسی کرد. ببینید تعداد مهم نیست، چه مثل محمد 46 تا، چه مثل خسرو پرویز 3000 تا معروفه، یا فتحعلی شاه 400 تا که اون پزشکی که خارجی بود و به اصطلاح اون رو کنترل میکرد سلامتشو، گفته بود که این شبها 4 تا کشیک داره و تو سن جوانی خیلی هم پادشاه خوشقامت و نیرومندی بوده، ظرف 10 سال به دلیل همین رابطه جنسی مردی شکسته و خلاصه بیحال شده بود و قول یکی از شاعرانش که میگفت که اگر تیغ تو نیز مثل آلت رجولیت اون ریز بود، ایران از دست نمیرفت با عهدنامه‌های ترکمانچای گلستان. مشکل ما اینه که این سایه، این تفکر این پیامبر عظیم الشان روی زندگی ما و روی زندگی 40 میلیون حداقل زن ایرانی افتاده. اینجاست که ما باید نقد بخونیم و اینجاست که با توجه داشته باشیم که به خصوص زنها نیروی آینده که این ملایان رو شاید بر زمین بکوبد و این عمامه های کثیف رو خلاصه به زباله‌دان پرتاب کنه، بخش عظیم زنهای ایرانی هستن که باید اینو بفهمن که کلاه عظیمی بر سرشون رفته، اضافه بر روسری یک کلاه بسیار عظیمی دوبل هم به سر مردان ایرانی رفته، هم به سر زنان ایرانی. در باره ایران داریم صحبت میکنیم، این رو باید فهمید و از حصار جاذبه اومد بیرون. آقا جون جمع کنید این بساطو، حیات انسان مقدسه، نه باورهای عهد بوقی که ده شای ارزش نداره و پر از سم هست و فقط آخوند و اون کرم هایی که دارن میخورند هستی ملت ایران رو اونا استفاده میکنن، براشون مقدسه، معلومه. ملایی که مشغول گدایی بود الان تو حسابش میگن 90 میلیارد من بودجه فلان تو حساب جناب خامنه ای خابیده، معلومه به چیز معتقده. ولی ما باید بفهمیم کلا سرمون رفته، فیلسوفمون کلا سرش رفته، شاعرمون متناقضه. و اونجا من صحبت کردم از
این جناب غزالی که آدم گردن کلفتی هم هست، ببینید تو عیال علومش چیز داره که واقعا اگر زنها، من نمیدونم مادر خودش رو غزالی چطوری میدیده یا دختر خودش رو، وقتی که 10-12 تا صفت تیز میگه بدان که جملگی خوی زنان بر 10 گونه است، شروع میکنه. یکی چون خوک، دوم چون بوزینه، سوم چون سگ، چهارم چون مار، پنجم چون استر، ششم چون کشتم، هفتم چون موش، هشتم چون کبوتر، نهم چون روباه، دهم چون گوسفند. بعد قشنگ اینا رو توضیح میده. این احیاء علومه. اینجاست که من میگم که وقتی میگیم که عالم، علمای دین یعنی جهلا، یعنی یه مش مرداب هایی که عمامه بر سر گذاشتند و جاری اند، اینم فیلسوفش که تازه صد آب شسته تر بوده و نصیحت میکرد و آدمی بوده که هنوزم ریش خیلی گیره. دوستانی دارم که وقتی بحث میکنم منو غزالی از زبونشون نمیفته. با تفسیرشو بخونیم که میگه بدان که زنی که به خوی خوب بود، خوردن و شکستن داند و شکم آگندن و باک ندارد که هر جا رود و غم دین و نماز و روزه نخورد. بعد به خوی سگ ماند از آن است که هر وقتی شوی با وی سخن گوید بر وی اندر جهد و بانگ بر او زند و جنگ کند مانند سگ. بعد میره خوی استر دارد، میگه همچون استر که بر خلاصه پل میرود، هر چندش میزنی نرود، یعنی خر و افرو پل نمیره زنم. این حرفای این جناب غزالیست که باید دوستان حتما مراجعه کنند در احیاء العلوم و بخونند و بدونند چه کثافتی این آیین زده به خرد ما. چون اینا میتونه ولتر بشه، میتونه اسپینوزا بشه، ولی چون در حصار این آیین بود گیر کرد. و من این اندک رو میگذرم و دو سه دقیقه فقط در مورد یکی از پایه‌ها، چون اگر ما بخوایم در مقایسه این آیین و این پیامبرش و امامانش و آخونداش و نمیدونم شاعران و نویسندگانش بحث بکنیم، که خودمونم، من دفتر شعرهای خودمون نگاه میکردم دیدم که حدود 30 سال قبل من یک شعری سرودم برای امام زمان: در پرده نگاری هست می آید و می آید، در راه سواری هست می آید و می آید. ببینید، چون هیچی نمیفهمیدم تو حیطه جاذبه، به یک تئوری ارتجاعی مزخرف من معتقد بودم که سال 68 بود که این شکست، و من چشمو باز کردم میخوام بفهمم. بعد فهمیدم چه خبره. ببینید، مهمترین مسئله که به نظر من در رابطه با زن باید در رابطه با تطبیق دوتا نگاه، یعنی ایرانی و اسلامی نگاه بکنیم، اون سرچشمه اسطوره ها و اساطیره. اساطیر ظاهراً خیال بافی های ملت هاست. همه ملت ها دارن، روم داره، یونان داره، ایران داره، مصر داره. به قول شاهرخ مسکوب میگه اساطیر رگ پرخون واقعیته. یعنی اسطوره چیزای گم شده ای که برای نشون میده مذاق و ذوق این مردم چطور. شما نگاه بکنید، ما اول باید بریم سراغ این، بعد باید بریم سراغ سرچشمه اصلی آیین های ایرانی من جمله زرتشت، بی نظر، بدون اثر جاذبه، و ببینیم که چه خبر. ببین، تو ایران عده زیادی از خدایان کهن اسطوره‌ها ایزد بانوان بودند، یعنی زن بودند. شما تو اسلام اللهی رو دارید، یک نریست که قربانش کردم، تمام دستوراتی که داده به نفع مرداست، و اشاره کردم که فیلسوفان ما که از این آبشخور خوردن چه گفتن. ولی ما در ایران باستان در دورترین اسطوره‌های خودمون آناهیتا رو داریم، اشیر رو داریم، دعنا رو داریم، ارشتات رو داریم، که هر کدوم از اینها رو ما وقتی مراجعه بکنیم میبینیم که دنیاییست و حدود 2000 سال تقریبا، یعنی تا 2000 سال قبل از میلاد مسیح، این ایزد بانوان در ایران در حقیقت جزو ارزش‌های تقدیس شده و زیبایی بودند که کارکرد اونها هم بسیار بسیار جالب بود. در اروپا هم وجود داشتن اینا، منتها در ایران وضعیت ویژه‌ای دارن که ما وقتی نگاه میکنیم مثلا دنبال بکنیم که اساسا نخستین ایزد بانوان، خدا بانوان ایرانی چگونه سرکلشون پیدا شد، که میریم تو مسائل جامعه شناسی و مردم شناسی که آریایی ها میان به ایران مشغول کشاورزی میشن، مردان میرن به شکار، زنها خلاصه آتش رو کش میکنن، کشاورزی میکنن، و کم کم کارکرد اونها مورد احترام قرار میگیره در طول صده ها و تبدیل میشن در
نگاه فلسفی بیزد بانوان. وقتی این دوره رو ما نگاه میکنیم میبینیم که زنان ناقل خون خالص قبیله بودند، مظهر نعمت و فراوانی بودند، دوام جامعه رو حدود 3-4 هزار سال قبل تو کادر اون موقع، تو کادر دموکراسی امروزی صحبت نمی کنیم. انسان اون روزگار رو باید تو ایده خودش و جدول ارزشیش دید. اینها جامعه ساده اون روزگار رو مجموعاً به دلیل وجود زنان می دونستن. دختران خانواده وارث مادرانشون بودن. این قبل از این نیست که حتی سر و کله زرتشت پیدا بشه. کوچکترین دختر خانواده در این کندخواب و اسطورا از همه گرامی تر بود. شجره خانوادگی به اونها منصوب می شد و بسیار بسیار چیزهای جالبی که ما اگر بخونیم می فهمیم که تا نیمه دوم هزاره دوم قبل از میلاد این مسئله ادامه داشت و بعد دوره مادر سالاری تموم شد و یک دوره جدید ما داریم که می بینیم ایزدهای بانو ایزدها نیز کم می شه. این اسطوره ها وارد می شه به آیین زرتشت بعدها، یعنی آیین زرتشت نیز آبشخور داره که آبشخورش همین 2-3 هزار سال قبل از خودشه که وقتی ما وارثی میبینیم که چه تأثیراتی گرفته و بعد تک تک اینها رو میشه واقعا بررسی کرد که خودش یک برنامه ویژه‌ای میطلبه که ایزد بانوان مثلا آناهیتا ایزد بانوی آب و چشم سارها. وقتی ما میخونیم شخصیتی خداگونه دارد و وقتی معنی کلمه شو یعنی پاک و دور از هر گونه آلودگی، شما اینو بذارید کنار تفکر آلوده و مسموم غزالی و ملا صدرا، این رو من کسی میگه که نه زرتشتی است نه مسلمان و اعتقادی به مذهب تو کادر مشخصی نداره اصلا، ولی ما رو میزمون خب نگاه میکنیم که وقتی مادر خودش رو با سگ و خوک جناب غزالی مساوی میدونه، غزالی مسلمان و از ستونهای بزرگ فلسفه اسلامی، خب میذاریم کنار آنایتا که این مظهر پاکیزگی است. بسیاری از پژوهشگران معتقدند که آناهیتا خدابانوی غیر مزدایی است که تحت تاثیر ایشتار از بین النهرین اومده و ریشه های بسیار قوی داره در بابلون نیز این رو احترام میذاشتن و خلاصه میاد تا میرسه به مزدا پرستی و آیین زرتشتی و میتونیم بریم بخوانیم و بدانیم که تکریم آناهیتا در دوره هخامنشیان نیز ادامه داشت. اردشیر دوم پادشاه هخامنشی مثلا کتیبه ها و مجسمه های از این ساخت و این تاثیر اجتماعی خوب داره. زرین کوم نیست دونید امینه خیلی تحقیقات بسیار جالبی کرده و همینطور تک تک اینها رو میشه بررسی کرد. من به دوستان و بینندگان و شنوندگان عزیز و گرامی تاکید میکنم واقعا یک تحقیقی بکنن مثلا درباره اشی از ایزد بانوی ثروت که وقتی که بخش 17 اوستا رو میخونیم دیدیم سرودی بلند و پرشور در ستایش این ایزد بانوست که ایزد بانوی ثروت و فراوانی است و بارها از اون یاد شده در تقویم مزدایی یاد شده مورد احترام بوده. یا دعنا ایزد بانوی وجدان، وجدان رو یک خدا بانو در ایران باستان. من به همین از اکتفا میکنم. اینا 12-13 تا هستند و 3 تا از نزدیکان فرشتگان مقدس اطراف اورامزدا زنن، 3 تا مرد به طور مساوی و شما رو توجه میدم به تطبیق این تفکر. ببینید من چرا میگم کلا سرمون رفته، چرا بارها گفتم ما هویت ملیمون از دست دادیم. مسئله این نیست که در دوره هخامنشیان شکنجه نبود یا ساسانیان مزدک رو نکشتن، مسئله سر یه واقعیته که ما توجه داشته باشیم تاریخ ملت‌ها و دولت‌ها هیچ وقت یکی نبوده، حتی در دوره هخامنشیان. فرهنگی که مردم به وجود آوردن فرهنگ اردشیر دوم نبود یا فرهنگ دوره ساسانیان مردم و متفکرانشون فرهنگ جناب قباد و انوشیروان نبود که 30-100 هزار مزدکی رو کشتن. ولی واقعیت اینه که در فرهنگ اسلامی پیامبرش 30-40 تا زن میگیره، فیلسوفش میگه این جانور صامت هست، غزالی میگه که این خوک و سگ و نمیدونم مار هست، ولی در مقابل ما فرهنگ ما کلا سرمون رفته، ما هویت ملی خوبمون از دست دادیم برای اینکه فرهنگ ساخته تمدن و پیشرفته و ما داشتیم اینو و اگر نیومده بودن این حضرات ما الان ملتی بودیم و از اون بهتر بود، برای اینکه اتکامون بر دینا بود نه بر خضر نبی
نه بر حامله کردن زن توسط دست علی ابن ابی طالب و نه تاکید بر فاطمه زهرا و زینب کبری که من نمیدونم چه تأثیری رو زندگی ما داشتن. من همینجا فعلا تو ایزدمانو کفایت میکنم و تأکید میکنم حتما اینا رو منصفانه بخوانید و بدانید که اساطیر تأثیرات اجتماعی و مادی مشخصی در طول قرنها داشته و هنوز هم داره. یک دنیا سپاس. اشاره کردید به احمد غزالی، از بزرگترین متفکران اسلام که کتابای گوناگونی نوشته، فلسفی میاندیشیده، بسیار آدم مرتجعی بوده. یکی از کتاباش هست سوانح، یک کتاب در واقع در رساله عشق هست. من وقتی که کتاب ادبیات و اروتیسم رو می نوشتم برای بررسی معنی عشق و انواع عشق در نزد فلاسفه و شاعران و نویسندگان ایرانی، به این کتاب آقای غزالی هم رسیدم و خوندم و در همون کتاب ادبیات و اروتیسم نقدش کردم، که همون گونه که شما گفتید ما حتما به این دوستان ادیب گذشتمون هم خواهیم رسید و دربارشون سخن خواهیم گفت. اما ما مردم مسلمان یا مسلمان زاده مثل بقیه ملت‌ها 12 ماه در سال داریم که برای ما 11 تاش نامبارک است و یکیش مبارک است، ماه مبارک رمضان. و چون برای اون یکی ها نگفتیم ماه مبارک فلان، ماه مبارک بهمان، معلومه که مبارک نیستن. همین ماه رمضان مبارک است که یک هفته دیگر اگر کرونا بگذارد ما زنده بمونیم، که به احتمال زیاد یه هفته رو ما اجازه میده تا این رمضان رو هم ببینیم، میخواییم با شما دوستان و همراهان بپردازیم ببینیم این رمضان اصلا چرا مبارکه، چه اتفاقی در اونجا افتاده که این ماه مبارک شده. تنها اتفاقی که افتاده کشتن علی ابن ابی طالب بوده. اگر اون رو مبارک بگیریم، خب پیداست که شیعیان عقل و درایتی از خود نشون دادن، این ماه رو مبارک رمضان نامیدن. اگر غیر از این است باید ببینیم چرا، و میخواییم بپردازیم به شاخص فرهنگ تشیع در ایران که همه چیز ماست، رستم ماست، ذوالفقار در دست، دلدل زیر پا و 1001 توصیف و تصاویری که نقاشان دست به موز یا باورمند شیعه از او کشیده اند، از عکس علی، از همه زیبارویان مرد در هالیوود زیباتر است. اصلا چنین پدیده در عالم وجود نداره. این فردی که در جنگ بنی قریظه در زدن گردن 700 نفر شرکت مستقیم داشت و در حمله لشکر عمر به ایران یکی از 3 سرلشکر اصلی عمر بود، که وقتی عمر ازش خواست که ما داریم حمله میکنیم تو هم بیا همه لشکر تو تا بریم جلو، علی گفت پشت جبهه رو من خالی نمیذارم، من مواظب پشت جبهه هستم، 1/3 لشکر من میفرستم خدمت شما، برید حالا ما بعدن با اون ملت کار داریم، پشت جبهه باید بمونه تا کشور ایران رو کلا نابود کنیم. بنابراین در ماه رمضان ما چند تا از برنامه‌هامون رو اختصاص میدیم این شخص شخیصی که استوانه یا به اصطلاح استوانه خیمه شیعیان در ایران است، و این شخصیت رو با نگاهی متفاوت و واقع بینانه، حقیقت نگرانه، بدون از قش کردن براش، به دور از تعصب یا دشمنی با این وجود تاریخی بررسی خواهیم کرد، تا باز در اونجا با حقایق روبرو شویم که شاید یا نشنیده ایم یا پراکنده شنیده ایم، اما همه رو یک جا و یک کاسه شنیدن معنای تازه‌ای به این شخصیت تاریخی میدهد. شادکام باشید، نیرومند و ورزشکار و
عاشق ایران و عاشق جهان. کسی که جهان را دوست نداشته باشد ایران را هم دوست ندارد، اگر افغان باشد افغانستان را هم دوست ندارد، آمریکایی باشد آمریکا را دوست ندارد. چون ایران بدون جهان معنا ندارد، جهان هم بدون ایران و کشورهایی که جهان را تشکیل میدهند معنا ندارد. ما هنگامی که از انسان سخن میگوییم از انسان جهانی سخن میگیم، هنگامی که از میهن سخن میگوییم از ایران سخن میگوییم، اما این ایران در دامن میهن بزرگ ما کره زمین است که او هم در دامن یک میهن گسترده تر و شگفتانگیز و زیبا به نام خوشه کهکشانی شیری است و تازه اون هم یکی از میلیاردها کهکشان هایی است که ما با هم زندگی میکنیم. ابعاد قضیه خیلی بزرگ است، ما خیلی کوچکیم، بس عشقمون رو بزرگ کنیم. اگر خود کوچکیم اما عشقمون اونقدر بزرگ کنیم که شامل همه هستی بشود، چون ما خلاصه و نتیجه و فرایند همه هستی هستیم. شاد باشید و پیروز تا برنامه بعد.